با وجود قطع شبکه پرستیوی از ماهواره اینتلسات، مدیر اتاق خبر این شبکه در روز تولد 6 سالگی پرستیوی با یه خبر خوش به میون خبرنگارا اومده بود. اطمینان میدم که رسانه‌های ایرانی با استفاده از آخرین فناوری‌ها دارن خودشون رو به معرض نمایش میذارن. همین پرستیوی توسط 8 ماهواره در تمام قاره‌ها داره پخش میشه، همه کشورها میتونن پرستیوی رو ببینن و مشکلی رسانه‌های ایرانی در رسوندن پیام ندارن. درسته این مقدار کار براشون سخت شده، درسته این مقدار اذیت شدن، اما موفق شدن رسانه‌های ما، مخصوصا رسانه‌های برون‌مرزی که پیام رو منتقل کردن. وضعیت جام جم در خارج از کشور به مغازه یک ایرانی که کارش صوتی تصویری است اومدیم. آقا سلام، خسته نباشید. چطور وضعیت شبکه‌های ایرانی؟ فعلا که قطعاً الان آیرایبی 1 و 2 رو داری شما؟ این سه تا شبکه الان از دیروز قطع شدن و علتش به خاطر همین تحریم‌ها. الان از دیروز که قطع شده همینجوری ایرانی‌ها شروع کردن زنگ زدن و خیلی ناراحتن از این موضوع. سری از مشتری‌ها به ما زنگ میزنن میگن ما اصلا کانال دیگه‌ای نداریم. می‌بینیم مشغول هستی. بله. دنبال چی میگردی؟ والا دنبال کانال ایرانی میگردم جناب. جام جم. بله. من نمیدونم ارتباطش با اینجا چی است. ارتباطش با چی؟ با جریانات هسته‌ای هست. نمیدونم یا تو سانکشن هستیم. از 2 روز قطع شده و بچه‌ام اذیت شدن خدا وکیل. فقط بخاطر کارتون‌هاشون، خانمم بخاطر برنامه‌های خانوادگی و آشپزی اینا رو خیلی دوست داره. بعد مثلا مذهبی هم که توشه که منصفانه نیست. هیچ کاری هم از نظر شخصی نمی، فقط این نمی‌ذاریم که ساپورت کنیم مسئولینو که بتونن اونها حداقل اون سیستم دگرمی آرام بشه، یه امید ما بدن که بتونن برگرد رو سیستم. اگرچه آمریکا و چند کشور غربی که خودشون رو جامعه بین الملل میخونن با قطع برنامه‌های صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران نمونه بارزی از ایجاد سانسور و محروم کردن ملت ایران از تعامل فرهنگی با میهنشون رو به نمایش گذاشتن، اگه دریافت اطلاعات حق مسلم ملت ایران باشه، لابد گام بعدی دولت و متخصصان ایرانی خود اتکایی در داشتن ماهواره مستقل ملی است تا حربه سانسور آمریکا و اروپا برای همیشه ناکارآمد بشه. تو وجودت همه امید، تویی از تبار خورشید. اسماعیل فلاح، صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، لندن.